توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از بدترین اتفاقاتی که برای هر عکاس، نقاش، طراح، موزیسین یا هر هنرمند دیگه میفته صحبت بکنم. حتما شده برای دوستی به صورت رایگان عکاسی کردید، طراحی کردید، نقاشی کردید و اون دوست شما به جای اینکه تشکر بکنه حتی از کارتون ایراد هم گرفته. من قبلا در مورد این موضوع صحبت کردم، اما الان میخوام در مورد این صحبت بکنم که واکنش ما باید چی باشه به این اتفاق و چجوری موضوع مدیریت کنیم. بنابراین اگه این اتفاق برای شما افتاده که بالای 90% برای هر هنرمندی افتاده، این ویدیو رو برای شما درست کردم. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. فرض کنید یک عکاس هستید و احساس میکنید سطح کارتون به یک جایی رسیده و میخواید یکی از دوستاتون رو خوشحال بکنید. برای همین حالا یا خودش از شما تقاضا کرده که واسهش عکاسی بکنید، یا شما دوست دارید که خوشحالش کنید و پیش قدم میشید، میرید با هم قرارداد میذارید، یه جایی میرید، عکاسی میکنید، عکس رو ادیت میکنید، بهش تحویل میدید و نمیگم انتظار تشکر خیلی عجیب غریبی دارید، نمیگم انتظار اینو دارید که طرف خودش رو بکشه برای شما، ولی به عنوان هنرمند هیچ وقت انتظار این رو هم ندارید که طرف از شما تشکر نکنه یا بدتر از اون بخواد از کارتونم ایراد بگیره. میدونم خیلی سخته، میدونم خستگی کار به تنتون کاملا میمونه و حتی نسبت به اون آدم حس بسیار بسیار بدی پیدا میکنید، ولی میخوام یه متنی رو که امروز داشتم میخوندم برای شما هم بخونم، خیلی به صحبتمون کمک میکنه. من روزشم میخوندم که نوشته بود چرا مانند مارکوس اوریلیوس دانشمندترین فرمانروایان روم حقیقت بین نباشیم. او در دفتر خاطراتش نوشته که امروز با مردمی روبرو خواهم شد که زیاد حرف میزنن و بسیار خودپسند، خودخواه و ناسپاس هستند. ولی من از این موضوع ناراحت و متعجب نمیشوم، زیرا نمیتوانم دنیایی بدون این قبیل کسان در نظرم مجسم بکنم. واقعیت اینه که طبیعت بشر ناسپاسه. فرقی هم نمی کنه شما برای دوستتون عکاسی رایگان می کنید یا برای هر کس دیگه هر کاری انجام می دید. این ذات بشره که توش ناسپاسی وجود داره. برای همین من می خوام توی وهله اول به شما بگم که سطح انتظارات خودتون رو بیارید پایین. اگه برای کسی دارید کار رایگان انجام می دید، مخصوصا توی هنر که خب می دونیم بحث هنر خیلی داستانش فرق می کنه، شما با روحیات خودتون برای دیگران کار می کنید، بیشتر بحث خوشحال کردن دیگران هست. اگه دارید این کار رو انجام میدید، قبل از هر چیزی ازتون میخوام که هیچ انتظاری نداشته باشید که طرف از شما تشکر بکنه. این کار رو فقط برای اون وظیفه‌ای که خودتون برای خودتون تعریف کردین انجام بدید. یعنی پیش خودتون بگید من عکاسی هستم، نقاشی هستم، هنرمندی هستم که علمی رو بلدم و دوست دارم به دیگران خیر برسونم، دوست دارم بهشون خوبی برسونم. و بعد از هر پروژه رایگانی که برای دوستاتون انجام دادید، این حال خودتونه که خوبه و نیازی ندارید که دیگران از شما تشکر بکنن. اما بحث مهم ماجرا اینه که وقتی یک نفر در جواب خوبی ما، در جواب اینکه یک پروژه‌ای براش انجام دادیم، ناسپاسی کرد و تشکر نکرد و حتی ایراد هم گرفت، اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ ما تو این شرایط باید دو تا کار انجام بدیم. کار اول اینه که تحت هیچ شرایطی نباید از خودمون یا هنرمون دفاع بکنیم. یک هنرمند شخصیتش ورای اینه که بخواد از هنرش دفاع بکنه. یعنی اگه مثلا دوست شما گفتش که چرا رنگاش اینطوریه، چرا دماغم گنده است، چرا قدم کوتاه، حالا مثلا طرف 120 سانتی بیشتر قد نداره، هر چیزی، نیاد بگید ببین طبق چیزای فنی فلانش بیسار شده، اصلا نمیشه، مانیتورم کالیبره نبود، نمیدونم خودت بد، هیچی نگید. نمیخواد توجیه بکنید. توجیه کردن یعنی شما توی موضع ضعف قرار دارید. هنو کاری که باید بکنید اینه، بگید بله حق با شماست، من حد اکثر تواناییم همینه. و کار بعدی که بعد انجام بدید بعد از اینکه این ماجراها تموم شد اینه که اگه دوباره موقعیت پروژه رایگان واسه دوستاتون واسهتون پیش اومد، خیلی محترمانه انجام ندید. اصلا نیازی هم نیست که بگید به خاطر رفتار زشتی که اون روز داشتی من انجام نمیدم دیگه واسه، نه کافی بگید من امروز کار دارم برام، ایشالله یه روز دیگه، حالا سر فرصت اینا، و اون فرصت هم هیچ وقت نمیاد دیگه، خودتون بهتر میدونید. و اینجا دو حالت پیش میاد، یا طرف خودش میفهمه که به خاطر اون رفتار قبلیش این اتفاق افتاده که خب، یا اینکه نمیفهمه که این اتفاق به خاطر رفتار قبلیشه که بازم اصلا مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که شما هنرمند نباید روحیات خودتون رو به خاطر همچین موضوعات واقعا کوچیکی خراب بکنید. با اینکه ناراحت کننده است، ولی ممنون میشم به خاطر اینکه تجربه دوستاتون بره بالا. اگه موردی این مدلی براتون پیش اومده، توی قسمت کامنت ها برام بنویسید که چه اتفاقی افتاد و شما چی کار کردید و چه توصیه‌ای به عکاسای تازه کارتر دارید که اینجوری اعصابشون خراب نشه. من محمد رضا صادقی هستم و اسم هنریم رضا صادق.